از دو هفته غیبت همراه با گمان زنی های بسیار شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز سه شنبه 24 مهر در برنامه زنده که از ورود جسد عباس نیل فروشان از فرماندهان سپاه قدس که در بیروت کشته شد پخش کرد مدت طولانی تصویر اسماعیل قاعانی را از نزدیک نمایش داد. در این گزارش اشاره به محل اقامت قاعانی در دو هفته اخیر نشد اما چنین بانمود شد که او به همراه جنازه عباس نیل فروشان به تهران بازگشته است. آخرین باری که اسماعیل قاعانی در رسانه ها مشاهده شد نهم مهر ماه دو روز پس از کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در حمله هوایی اسرائیل به ستاد فرماندهی این گروه در زاهیه در حومه جنوبی بیروت بود قاعانی در آن زمان به دفتر نماینده حزب الله در تهران رفت در جریان حمله ی روز هفتم مهر ماه اسرائیل به ستاد فرماندهی حزب الله در جنوب بیروت عباس نیل فروشان معاون عملیات سپاه پاسداران که گفته می شود پس از کشته شدن محمد رضا زاهدی در حمله به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق مسئولیت لبنان را بر عهده گرفته بود به همراه حسن نصر الله و شماری از چهره های ارشد حزب الله کشته شد قیبت قاعانی در دو هفته اخیر با گمان زنی های بسیاری از جمله کشته شدن او در بیروت یا بازداشت بازجویی و حمله قلبی همراه شده بود حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان عدم پاسخ سپاه پاسداران به شایعات را موفقیتی چشمگیر خواند. پس از نهم مهر هیچ خبر، عکس یا فیلمی از اسماعیل قاعانی منتشر نشد. قیبت او در نماز جمعه ای که به امامت علی خامنه ای برگزار شد و نیز قیبت در مراسم اهدای نشان به امیرعلی حاجیزاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران بر دامنه سوالات درباره سرنوشت قاعانی افزود در حالی که برخی رسانه ها ابتدا احتمال کشته شدن او در کنار هاشم صفی دین اصلی ترین نامزد جانشینی حسن نصرالله در حمله بامداد جمعه 13 مهر را منتشر کردند میدلیست آی رسانه نزدیک به حکومت قطر هفته گذشته خبر داد که قانی در بازداشت و بازجویی به سر می برد و در جریان بازجویی دچار حمله قلبی شده و به بیمارستان منتقل شده است. بر اساس این گزارش رهبران جمهوری اسلامی در پی یافتن منشأ نفوذ عمیق اسرائیل به دستگاه های نظامی و امنیتی خود و دلایلی که به کشته شدن حسن نصرالله و عباس نیلفروشان انجامید هستند و احتمال میدهند که وسایل ارتباطی اسماعیل قاعانی حک شده باشد میدلیست آی همچنین خبر داده بود که رئیس دفتر قاعانی نیز به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده است خبرگزاری تصنیم با بسته به سپاه گزارش ها درباره تحت بازجویی بودن قاعانی را تکذیب کرد اما با وجود همه شایعات و گمان ها هیچ یک از مقامات و رسانه های جمهوری اسلامی توضیحی درباره قاعانی و علت قیمت ناگهانی او منتشر نکردند حسین دقیقی مشاور عالی فرمانده کل سپاه روز جمعه 20 مهر قیبت و بیخبری از اسماعیل قاعانی در صحنه های عمومی نظیر نماز جمعه را نشان از تمرکز بر وظیف شناسی و مسئولیت پذیری نیروهای مسلح نظام خواند. حسین شریعت مداری نماینده خامنه ای در روزنامه کیهان نیز روز یکشنبه شنبه 22 مهر پاسخ ندادن سپاه پاسداران به شایعه ها درباره غیبت اسماعیل قاعانی را موفقیتی چشمگیر خواند و افسود که سپاه در حالی که هیچ نکته ای از نگاهش پنهان نیست به هیچ یک از شایعات پاسخ نداد و دشمن را در حالتی از گیجی و منگی تنها گذاشت جنازه عباس نیلفروشان بیش از دو هفته پس از کشته شدن بامداد سهشنبه 24 مهر از طریق بغداد به تهران رسید. پیشتر فرمانده سپاه استان اصفهان اعلام کرده بود علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای او نماز میت خواهد خواند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه 23 مهر ماه در لوکزامبورگ اعمال تحریم های بیشتر علیه برنامه موشکی جمهوری اسلامی را تصویب کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلومات ها در لوکزامبورگ نوشته است این تحریم ها شامل افراد و نهادهایی می شوند که در تولید و ارسال موشک های بالستیک به روسیه نقش دارند. اتحادیه اروپا پیشتر بارها به جمهوری اسلامی هشدار داده بود که ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه شکستن یک تابوی جدید است. کشورهای اتحادیه اروپا به همراه بریتانیا و آمریکا میگویند روسیه از این موشکها علیه اوکراین استفاده می کند و باعث رنج و خسارت بیشتر مردم این کشور می شود. ایالات متحده رسما جمهوری اسلامی را متهم کرده که موشکهای کوتاهبرد فتح نوع 360 به روسیه داده است. تخمین زده می شود برد این موشک ها حدود 120 کیلومتر است و به روسیه این امکان را می دهند که موشک هایی با برد بیشتر خود را برای معمولیت های دیگر نگه دارد. در جدیدترین گزارش سازمان اطلاعات و امنیت وزارت دفاع بریتانیا گفته می شود که موشک های جمهوری اسلامی این امکان را به روسیه می دهد تا حملات دقیق تری علیه زیرساخت‌های های نظامی و غیر نظامی اوکراین انجام دهد. این موشک ها که اولین بار در سال 2020 رونمایی شدند می توانند کلاهک انفجاری 150 کیلوگرمی حمل کنند و با دقتی حدود 30 متر به هدف شلیک کنند. اتحادیه اروپا سه شرکت هواپیمایی ایرانی شامل ایران ایر، ماهان ایر و ساها ایرلاینز را همراه با دو شرکت تدارکاتی در فهرست تحریم خود قرار داده است. این شرکت ها مسئول انتقال و تامین پهپادهای ساخت ایران و قطعات و فناوری های مرتبط به روسیه از طریق شرکت های تامین آنها معرفی شدند که از این تسلیحات در تجاوز علیه اوکراین استفاده می شود. دو شرکت تولید کننده پرتابگر که از آنها برای پرتاب راکت و موشک استفاده می شود نیز در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا قرار گرفتند. شورای اروپا همچنین سید همزه قلندری معاون وزیر دفاع ایران فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرارگاه خاتم الانبیا و نیروی هوافضای سپاه پاسداران را به همراه مدیران عامل شرکت هواپیماسازی ایران حسا و سازمان صنایع هوافضای ایران را نیز در فهرست تحریم ها قرار داد افراد تحریم شده دارایی هایشان مسدود شده و سفر به اتحادیه اروپا برایشان ممنوع می شود علاوه بر این تامین وجوه یا منابع اقتصادی به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای یا به نفع اشخاص حقیقی یا حقوقی نهادها یا ارگانهای فهرست شده ممنوع است اتحادیه اروپا چند ماه پیش نیز به دلیل ارسال پهپادهای انتحاری ایران به روسیه تحریم هایی را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده بود بر اساس اطلاعات نهادهای امنیتی اروپا مهمات توبخانه ای نیز از ایران به روسیه ارسال شده است. همزمان دولت بریتانیا نیز دوشنبه 23 مهر هفت مقام نظامی و دو نهاد وابسته به جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد و اعلام کرد اشخاص و نهادهایی که دارایی یا حسابی برای افراد ذکر شده دارند موظف هستند آن ها را مسدود کرده و از هر گونه معامله با این افراد و نهادها خودداری کنند بر اساس اطلاعیه دفتر اجرای تحریم های مالی بریتانیا این افراد و سازمان ها به دلیل دخالت در فعالیت های خسمانه علیه کشورهای دیگر یا حمایت از برنامه های تسلیحاتی جمهوری اسلامی تحریم شدند. در واکنش به این تحریم ها جمهوری اسلامی ادعاهای مربوط به فروش موشک های بالستیک به روسیه را رد و تحریم های جدید اتحادیه اروپا و بریتانیا را محکوم کرد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تحریم های جدید اتحادیه اروپا و بریتانیا این اقدام را مزورانه و تلاشی برای انحراف افکار عمومی از نسل کشی مردم فلسطین توصیف کرد. او ضمن تاکید بر حق جمهوری اسلامی برای همکاری دفاعی و نظامی با کشورهای دیگر از جمله روسیه مدعی شد که این همکاری ها علیه هیچ طرف سالسی نیست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تحریم شرکت های هواپیمایی را نقض سریح موازین و مقررات حقوق بین الملل دانست و تاکید کرد که ایران حق اتخاذ تدابیر متناسب در قبال تحریم های غیرقانونی اتحادیه اروپا را برای خود محفوظ میداند در همین رابطه تحریم های جدید اتحادیه ی اروپا که شرکت های هواپیمایی ایران ایر، ماهان و ساها را هدف قرار داده است، لغو پروازهای اروپایی این شرکت ها را در پی داشت. بر اساس گزارش رسانه های داخلی ایران، ساعتی پس از صدور بیانیه ی اتحادیه ی اروپا، مسافران شرکت های هواپیمایی ایران ایر، ماهان و ساها از طرف فرودگاه خمینی پیامک لغو پرواز دریافت کردند. بررسی جدول زمانبندی پروازهای فرودگاه خمینی نشان می دهد که پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر به پاریس، کولن و لندن در روز سهشنبه لغو شده است. با این حال فروش آنلاین بلیت این شرکت ها به و از مقاصد اروپایی طی روزهای آینده بدون هیچ توضیحی همچنان ادامه دارد. در نقطه مقابل برخی سایت های فروش بلیت هواپیما به فاصله اندکی پس از اعمال تحریم های جدید اتحادیه اروپا تبلیغ مسیرهای پروازی جایگزین را آغاز کردند. مسافران ایرانی حالا مجبورند پروازهای دو مسیر انتخاب کنند و دیگر امکان پرواز مستقیم به ایران و برعکس با شرکت های هواپیمایی داخلی وجود ندارد. این در حالی است که پیش از این بسیاری از مسافران ترجیح می دادند با پروازهای مستقیم سفر کنند زیرا پروازهای دو مسیره با توقف و معطلی چندین ساعته در فرودگاه های دیگر همراهند که به خصوص برای مسافران بیمار و سالمند آزاردهنده است. مقام های جمهوری اسلامی همواره مدعی که در جنگ روسیه و اوکراین یک طرف درگیری نیستند اما به رغم این انکار و تکسیب ها های اطلاعاتی کشورهای غربی حاکی از ارسال موشک های بالستیک جمهوری اسلامی به روسیه است منابع غربی میگویند شواهدی وجود دارد که این موضوع را اثبات میکند جوز پورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز به تازگی در بیانیه ای انتقال مشرک های ساخت ایران به روسیه را تایید کرد و آن را تهدیدی علیه امنیت اروپا دانست او گفت که مسکو در جنگ تجاوزکارانه غیرقانونی علیه اوکراین از پهپادها و مهمات ایرانی استفاده کرده است مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در نخستین نشست خبریش ضمن تایید تلویحی ارسال موشک به روسیه گفت که در زمان او چنین اتفاقی نیفتاده است و به این موضوع که در گذشته با هم تبادلاتی داشتند وارد نمی شود. روزنامه واشنگتن پست به نقل از دو مقام آگاه میگوید نخست وزیر اسرائیل در تماس با رئیس جمهوری آمریکا با حمله به تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی به جای حمله به زیرساختهای نفتی یا هسته ای ایران موافقت کرده است بر اساس این گزارش که روز دوشنبه 23 مهر منتشر شد این تصمیم در گفتگوی تلفنی هفته گذشته بنیامین نتانیاهو و جو بایدن درباره نحوه پاسخ به حملات موشکی دهم مهر جمهوری اسلامی به اسرائیل گرفته شده است یکی از مقام ها به واشنگتن پست گفته که نتانیاهو همچنین موافقت کرده به شکلی به حملات موشکی جمهوری اسلامی پاسخ دهد که تأثیری بر انتخابات آتی آمریکا نداشته باشد با این حال به گفته ی این مقام که هویت او در گزارش فاش نشده اقدام تلافی جویانه اسرائیل پیش از انتخابات ریاست جمهوری پانزدهم آبان در آمریکا انجام خواهد شد تا نشانه از ضعف تلقی نشود بر اساس این گزارش نرمش ظاهری در موزه نتانیاهو برای حمله تلافی جویانه به جمهوری اسلامی در تصمیم بایدن برای ارسال سامانه دفاع موشکی تاد به اسرائیل تاثیر داشته است کارشناسان میگویند حمله به تأسیسات انرژی ایران می تواند باعث افزایش قیمت نفت شود و به شانس کاملا هریس معاون بایدن و نامزد دموکراتها برای کسب مقام ریاست جمهوری آسیب برساند. بایدن و نتانیاهو چهارشنبه گذشته 18 مهر و پس از حدود 50 روز با یکدیگر تماس تلفنی برقرار کردند. گفته شده محور اصلی گفتگوی آنها چگونگی پاسخ اسرائیل به حمله موشکی دوم جمهوری اسلامی بوده است. مقامات آمریکایی تاکید کردند که اسرائیل اهداف بالقوه خود را در داخل ایران شناسایی کرده است. آنها میگویند اسرائیل احتمالاً سایت‌های نظامی و تأسیسات انرژی ایران را هدف قرار خواهد داد. در واکنش به گزارش واشنگتن پست، دفتر نخست وزیر اسرائیل طی بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرده ما مواضع و افکار دولت آمریکا را می‌شنویم اما تصمیمات نهایی را بر اساس نیازهای امنیت ملی اسرائیل خواهیم گرفت در همین رابطه رادیوی ملی اسرائیل گفت در جریان نشست امنیتی دوشنبه شب به رهبری بنیامین نتانیاهو و با حضور شماری از وزیران مرتبط تصمیم نهایی درباره نحوه و قدرت واکنش اسرائیل به حمله موشکی سپاه پاسداران گرفته شده است بر اساس این گزارش اکنون تنها این تصمیم باید به تصویب کابینه برسد جزئیات بیشتر درباره پاسخ تلافی جویانه اسرائیل منتشر نشده است وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سفر به مسقط اعلام کرد تهران روند مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا با میانجیگری عمان را متوقف کرده است عباس عراقچی دوشنبه 23 مهر گفت روند مسقط به دلیل شرایط خاص منطقه متوقف شده و تهران اکنون زمینه ای برای این گفتگوها نمی بیند تا زمانی که بحران جاری را پشت سر بگذاریم اشاره وزیر خارجه در دولت مسعود پزشکیان ظاهرا به شرایط انتظار ایران برای پاسخ نظامی اسرائیل در واکنش به حمله موشکی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل در روز دهم مهر است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز درباره رایزنی عراقچی و البوسعیدی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت طرفین در مورد موضوعهای مورد علاقه یا نگرانی مشترک بحث و گفتگوی بسیار مفیدی داشتند. همچنین به نوشته خبرگزاری حکومتی فارس وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی طی گفتگویی در پایتخت عمان گفته که روند مسقط و تماس غیر مستقیم بین ایران و آمریکا در حال حاضر به دلیل شرایط خاص منطقه متوقف است و در حال حاضر زمینه‌ای برای این گفتگوها وجود ندارد تا زمانی که بتوان بحران جاری را پشت سر گذاشت عباس عراقچی ضمن اشاره به اینکه عمان در حل مشکلات منطقه کمک بزرگی بوده و در رابطه با ایران و آمریکا هم همواره سعی داشته است در انتقال پیام ها یا ایجاد کردن زمینه برای مذاکرات نقش مثبتی ایفا کند افزود در دولت گذشته نیز این وضعیت وجود داشت و روندی به عنوان روند مسخط شناخته شده که به صورت غیر مستقیم بین ایران و آمریکا تماسهایی از طریق عمان برقرار می شد. با این حال این روند اکنون متوقف است و پس از پشت سرگذاشتن بحران های منطقی تصمیم خواهیم گرفت که چگونه وارد کار مجدد شویم یا اصلا در این مسیر وارد بشویم یا خیر رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران همچنین با ادعای اینکه در این سفر تماسی نبوده است افسود اینکه پیامی به کشورهای دیگر داده شود بله من در همه مشورت و رایزنی در کشورهای منطقه مواضع ایران را بیان کرده و خواستم که به اطلاع همه طرفا برسد هم آمریکا باید بداند موضع ایران چیست هم کشورهای اروپایی و هم کشورهای منطقه او تاکید کرد ما خواهان جنگ و درگیری نیستیم اگرچه برای آن کاملا آمادگی داریم عراقچی پیشتر نیست در سفر به بغداد گفته بود جمهوری اسلامی ایران هم برای جنگ و هم برای صلح آمادگی دارد به نوشته رسانه های داخلی عراقچی در سفر به مسقط با محمد عبدالسلام سخنگو و رئیس هیئت مذاکره کننده حوسی نیز دیدار کرده است البته درباره محتوای گفتگوهای دو طرف خبری منتشر نشده و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار خبری کوتاه درباره گفتگوی عراقچی و سخنگوی حوسی ها عبدالسلام را رئیس هیئت مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن معرفی کرده است این در حالی است که جامعه جهانی دولت حسی ها را به رسمیت نمی شناسد و بارها از شورشیان حوثی یمن خواسته است از حمله به کشتی های عبوری از دریای سرخ دست بردارد شورشیان حوثی مدعی که حملاتشان را در حمایت از غزه انجام می دهند و گفتند تا زمانی که جنگ اسرائیل در غزه به پایان نرسد حمله به کشتی های عبوری از دریای سرخ را ادامه می دهند طبق گزارش های منتشر شده عباس عراقچی قرار است در ادامه که سفرهای منطقه ای به مصر نیز برود یک مقام آمریکایی روز دوشنبه 23 مهر گفت ایالات متحده به جمهوری اسلامی هشدار داده است که تمام توطئه ها علیه دانلد ترامپ را متوقف کند این مقام که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به صورت مرتب در جریان تهدیدها قرار گرفته و به تیم خود دستور داده است تا به توطعه های برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسلامی علیه شهروندان آمریکا رسیدگی کند. به گفته این منابع مقامات ارشد ایالات متحده به دستور بایدن پیامهایی را به بالاترین سطوح دولت ایران ارسال کرده و به تهران هشدار دادند که تمامی توطعه ها علیه ترامپ و مقامات سابق آمریکایی را متوقف کند. این مقام گفت به ایرانی ها گفته شده که اگر تلاشی علیه جان ترامپ انجام شود واشنگتن آن را به عنوان یک اقدام جنگی تلقی خواهد کرد در ژانویه 2020 دانالد ترامپ پس از دریافت اطلاعاتی مبنی بر برنامه ریزی برای انجام حملات قریب الوقوع علیه دیپلمات ها و نیروهای مسلح ایالات متحده در عراق، لبنان، سوریه و سایر نقاط خبر میانه دستور حمله هوایی را صادر کرد که منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده ی وقت سپاه قدس جمهوری اسلامی شد. آقای ترامپ اکنون به دنبال بازگشت به کاخ سفید است و برای پیروزی در انتخابات 5 نوامبر با کامالا هریس معاون رئیس جمهوری فعلی آمریکا رقابت می کند. ستاد انتخاباتی او در 24 سپتامبر اعلام کرد که مقامات اطلاعاتی آمریکا درباره تهدید ادعایی ایران وی را مطلع کردند. کاخ سفید میگوید ایالات متحده سال هاست که تهدیدات ایران علیه ترامپ را از نزدیک دنبال می کند و نسبت به عواقب شدید در صورت حمله تهران به هر شهروند آمریکایی هشدار داده است. شان ساوت سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در این باره گفت ما این موضوع را یک موضوع امنیت ملی و داخلی می‌دانیم که دارای بالاترین اولویت است و ایران را به دلیل این تهدیدات واقعیانه به شدت محکوم می‌کنیم اگر ایران به هر یک از شهروندان ما از جمله کسانی که به خدمت به ایالات متحده ادامه می دهند یا کسانی که قبلا خدمت کردند حمله کند با عواقب شدیدی روبرو خواهد شد وی با بیان اینکه سازمانهای مربوطه به طور مستمر و با فوریت جزئیات پرونده امنیتی رئیس جمهوری سابق را با اطلاعات تهدیدات جدید به روز رسانی می کنند گفت علاوه بر این رئیس جمهوری بایدن دستور خود به سرویس مخفی ایالات متحده را تکرار کرده است که آنها باید از تمامی منابع امکانات و تدابیر حفاظتی مورد نیاز برای مقابله با تهدیدات فضاینده علیه رئیس جمهوری سابق استفاده کنند